بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استان نینوا در محرم امسال نیز همانند سالهای گذشته شاهد برپایی موکب‌های مسیحیان در سالروز شهادت امام حسین علیه السلام بود. مسئول موکب مسیحیان به خبرگزاری رسمی عراق گفت که موکب در مقام حضرت زین العابدین علیه السلام در روستای رش در دشت نینوا برپا شد. هزاران تن از شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روز عاشورا مصادف با دهم ماه محرم الحرام با راهپیمایی و تشکیل دسته‌های سینه‌زنی در خیابان‌های مرکز لندن در سوگ شهدای کربلا عزاداری کردند. در این راهپیمایی شرکت کنندگان با حمل پرچم‌ها و بنرهایی که حکایت از ناراحتی ایشان از مصائب وارده بر اهل بیت علیهم السلام و وفاداری نسبت به امام حسین و اهل بیت علیهم السلام داشتند، با سردادن شعارهای نصرت و مصائب امام حسین علیه السلام و خانواده و یارانش در حادثه کربلا را یادآوری کردند. به دنبال تصویب پیش نویس تسهیل اخراج شهروندان خارجی حامی تروریسم از سوی دولت آلمان، عفو بین الملل می گوید که این کشور افغانستانی های در معرض خطر را بی سرنوشت رها نکند. بخش آلمان این سازمان روز چهارشنبه 27 تیر در بیانیه گفته است که در حال حاضر 3700 شهروند افغانستان در اسلام آباد منتظر انتقال به آلمان هستند. بر اساس بیانیه 15 هزار تن دیگر در افغانستان به نحوی با دولت فدرال آلمان ارتباط دارند.